شنوندگان عزیز با گرامی درود فراوان بر شما. کوروش افغانی هستم. در برنامه دیگر از سری برنامه‌های کاوشگری جامعه، قبل از آغاز بحث امروزمون یادآوری بکنم که همونطور که در برنامه قبل اطلاع دادم، ما برنامه رو پیش بینی کردیم برای پاسخگویی به پرسش‌ها که پیرامون سری مباحث کاوشگری جامعه مطرح میشه، اما این پاسخ به پرسش ها رو در رادیو به اصطلاح خواهیم داشت و هفته یک ساعت به سوالات رسیده جواب میدیم. هفته گذشته اون رو آغاز کردیم ما و به برخی از سوالات پیرامون اینکه چگونه میتوان شخصیت سایکوپات رو پیدا کرد، تشخیص داد، به بررسی اون پرداختیم و توضیح دادیم که خدمتون بگم سوالات زیاده و چون موضوعی هستش که احتیاج به توضیح و تشریح داره، وقت اینکه این کار رو در برنامه تلویزیونی انجام بدیم نیست، ولذا از اون فرصت که وقت بیشتری رو در اختیار من میده از رسانه رادیو اتحاد استفاده میکنیم و این مباحث رو اونجا مطرح میکنیم. بنابراین اگر علاقمند هستید میتونید به اصطلاح در رادیو اتحاد که قبلا مشخصاتش رو خدمتون دادم و الان بر این اکران پشت من میبینید، میتونید این رادیو رو که رادیوی ماهواره‌ای هستش دریافت بکنید و روزهای پنجشنبه، در واقع به وقت ایران میشه شب پنجشنبه، ساعت 9:30 تا 10:30 شب اختصاص داره به برنامه‌ای که پاسخگویی به سوالات رسیده از جانب بینندگان و شنوندگان برنامه‌های کاوشگری هستش. پنجشنبه آینده ادامه میدیم بحث معیارها و ابزارهایی که میتونید مورد استفاده قرار بدید برای تشخیص تیپ افراد سایکوپات یا انسان‌های آزارده و سلطه‌گر رو، که جزء مباحث چند هفته پیش این سری از برنامه‌ها بود. و اما اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم. در 37 قسمت از سری مباحث ریشه های استبداد زدگی که همونطور که قبلا عرض کردم بر مبنای این کتاب روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی خدمتون ارائه میشه، مباحث اصلی بحث برنامه ها رو میتونید در این کتاب پیدا بکنید. این کتاب به صورت کامل و در روایت پی دی اف خودش در این وبسایت kuroshirfani.com گذاشته شده و شما میتونید اون رو اونجا دانلود بکنید و بخونید. سوال اساسی که داریم تلاش میکنیم بهش پاسخ بدیم، رابطه بین استبداد منشی و نافرهیختگی هستش و برای اینکه نافرهیختگی رو تعریف بکنیم اومدیم و وجه ممیزه اون رو این دونستیم که افراد نافرهیخته کسانی هستند که در برخوردشون با دیگران پیوسته تلاش دارن که از ابزارهای منفی و نقطه ضعف دیگران استفاده بکنن و با تهدید و خشونت و ترس و فریب و حیله‌گری و اینها به اهدافشون برسن. بعد برای اینکه توضیح بدیم که این انسان‌های نافرهیخته چگونه شکل می‌گیرن، گفتیم دو مرحله رو می‌تونیم در شکل‌گیری شخصیت این افراد تشخیص بدیم. یکی مرحله پیش از رفتن به نظام آموزشی یا مدرسه است و یکی بعد از رفتن به مدرسه. در مرحله اول تربیت خانوادگی مطرحه و بعد آموزش و پرورش، و هر دو اینها رو به طور مفصل مورد بحث قرار دادیم. بعد گفتیم که بر مبنای اینکه یه سری افراد نافرهیخته شکل میگیرن، ما باید یه طبقه بندی بکنیم بین تیپ افراد مختلفی که میشه ازشون به طور کلی به عنوان نافرهیخته نام برد، و سه شخصیت رو اگر خاطرتون باشه ارائه دادیم. یکی شخصیت سلطه‌گرا بود که گفتیم افرادی هستن که پیوسته باید برای رسیدن به اهداف خودشون برسن به روش کاری که سبب بشه منافع اونها تامین بشه، و گفتیم از هر راهی استفاده میکنن، از دروغ، از حقبازی، از دورویی، خشونت، تهدید، نمیدونم هر چیزی که دستکاری بکنه ذهن طرف رو و از حالت طبیعی و سالم رابطه رو در بیاره، این شخصیت های سلطه‌گرا یا سایکوپات ها ازش استفاده میکنن. دومی شخصیت محبت طلب بود که افرادی هستند که پیوسته نیاز به مهر و محبت دیگران دارن و بنابراین برای به دست آوردن اون که گفتیم باعث آرامش درونیشون میشه، هر چیزی رو میپذیرن، با هر کسی کنار میان و خودشون رو فدا میکنن و از راحتی و آرامش خودشون میزنن تا اطمینان داشته باشن، نظر مثبت دیگران رو نسبت به خیش جلب میکنن. و هفته گذشته بحثی رو اختصاص دادیم به شخصیت انزواجو که
کسانی هستن که در واقع به دنبال دردسر نیستن به اصطلاح خودشون و پیوسته با گوشه‌گیری با انزوا میخوان که دست پیدا بکنن به یک آرامشی که این آرامش رو بیشتر در درون خودشون جستجو میکنن تا در بیرون و در میان مثلا دوست و آشنا و همکار و اینها افرادی هستن که انزوا رو یا گوشه‌گیری رو ترجیح میدن بر در جمع بودن. بسیار خوب، ما اگر محدود بکنیم بحثمون رو به این سه نوع شخصیت در ارائه تیپ افرادی که ازشون به عنوان نافرهیخته یاد کردیم، اجازه بدید که امروز بیایم برای اینکه این سلسله مباحث مربوط به انواع شخصیت‌های نافرهیخته رو جمع‌بندی بکنیم، با هم یک پدیده ای رو در روانشناسی بررسی بکنیم و ببینیم که خب این افراد آیا شامل ما هم میشه یا نه، آیا در جامعه این گونه افراد زیادن کمن، از کجا میشه نمودهای شخصیت اینها رو پیدا کرد. علاوه بر دقت بکنید ویژگی هایی که به طور خاص نسبت دادیم به هر کدوم از این نوع شخصیت ها، ما همچنین میتونیم در رفتارها و کنش هایی که دیگران میکنن علائمی پیدا بکنیم، نمودهایی پیدا بکنیم که کمک میکنه به اینکه بدونیم الان با چه تیپ شخصیتی روبرو هستیم. و به این ترتیب یه ایده به دست میاریم پیرامون میزان یعنی کمیت در درجه اول و بعد حتی کیفیت حضور نافرهیختگان در جامعه ایرانی، که حالا میتونه در برگیرنده خود ما هم باشه، میتونه به اصطلاح دعوت‌گیرنده نزدیکانمون باشه، اما به هر روی چه میزان هستن، کجاها میشه پیدا کرد این افراد رو که سلطه‌گرا، مهرطلب، انزواجو هستن و بنابراین میشه اونها رو مثلا طبقه بندی کردش جزو افراد نافرهیخته. بنابراین من امروز بحث رو میارم بر روی یک مفهوم که به عنوان به اصطلاح یک نمادی برای ما میتونه کمک بکنه به اینکه بدونیم بسیار خوب این رفتار میتونه متعلق به این کاتگوری یا مقوله شخصیتی باشه و خود ما هم میتونیم جایگاه خودمون رو احتمالاً در رابطه و با استفاده از این شاخص و نماد پیدا بکنیم در این تقسیم بندی. صحبت ما امروز درباره چیزی است به اسم حریم شخصی، یک مفهومیه که در روانشناسی اجتماعی و در جامعه شناسی اون رو مورد بحث قرار میدن و خیلی روش کار شده و داره کار میشه و بحث بسیار جالبیه که من تلاش میکنم در به اصطلاح محدوده زمانی موجود صحبت‌های راجع به اون ارائه بدم و پیوند اون رو در نهایت نشون بدم با این مقوله بندی شخصیت‌های مختلف به اصطلاح طبقه نافرهیخته. اولا بدونیم حریم شخصی چیه. حریم شخصی وقتی میگن اصطلاحاً پرسونال اسپیس نام میبرن یا اسپاس پرسونال در زبان فرانسه، اینا همش بیانگر یک محوطه ایه که ما دور خودمون قائل میشیم برای اینکه دوست نداریم کسی در اون حضور داشته باشه مگر تابع یک سری از قواعد و حساب کتاب هایی که در ذهنمون داریم. به عبارت دیگه این گونه اومدن حتی در روانشناسی خیلی به اصطلاح شماتیزش کردن، برای شما درست کردن و اون نستش که در مرکز این شما میبینید که یک فضاییه که اینتیمیت اسپیس هستش، یعنی اون جایی که آدم فقط میخواد متعلق به خودش باشه مگر اینکه فردی رو یا چیزی رو انتخاب بکنه که وارد این به اصطلاح حوزه بشه و انتظار نداره که هیچ کس به صورت غیر ارادی یا غیر اختیاری، یعنی در ورای اختیار ما، بیادش در این حوزه. این بسیار مهمه. بعد همونطور که میبینید این دیگه واقعا جاییه که طرف از لحاظ فیزیکی تقریبا میشه گفت به شما چسبیده، اینتیمیت هستش، خیلی خاص فردیه، اون جاییه که به اصطلاح یه حالت حرمت فردی پیدا میکنه و نمیخوایم کسی رو اونجا داشته باشیم مگر عرض کردن در موارد بسیار بسیار خاص. بعد یه اسپیس دیگه یا یک فضای دیگه هستش که اینجا ازش به عنوان پرسونال اسپیس میبینید با رنگ نارنجی، که این فضاییه که ما اگر کسی درش وارد بشه در صورتی که نخوایم، پیشبینی نکرده باشیم یا برای اون فرد این جایگاه رو قائل نباشیم، احساس ناراحتی میکنیم.
احساس میکنیم که نباید فرد به ما اینقدر نزدیک بشه. دقت بکنید تمام بحث ما اینجا بحث فیزیکیه ها، رابطه دو نفری که به اصطلاح از لحاظ فیزیکی به هم چقدر نزدیک هستن، در کنار هم هستن. بنابراین میبینید که در روانشناسی اومدن و حتی اینو اندازه‌گیری کردن بر اساس یه سری از تجارب آزمایشگاهی، این رو اندازه‌گیری کردن. مثلا الان مدلی که خیلی شناخته شده هستش در علم روانشناسی، همین مدلی که خدمتتون ارائه میدم، اینجوری میگه که حدوداً از جایی که خود بدن ما هستش تا 45 سانتی متر ما این رو به عنوان فضای یا حریم شخصی در نظر میگیریم و انتظار نداریم که کسی واردش بشه، و اگر واردش بشه احساس ناراحتی میکنیم، احساس میکنیم که زیادی به ما نزدیک شده طرف و این رو نمیخوایم اصطلاحاً. حالا اینکه میشه یا نمیشه یه داستان دیگه است، ولی اون چیزی که در ذهن آدم هستش. از اون به بعد میبینید که یک فضای آغاز میشه که تا 1.20 سانت اون رو در نظر گرفتن، حالا قدر بیشتر قدر کمتر، و اون به اصطلاح فضایی هستش که ما میتونیم به عنوان فضای اجتماعیمون در نظر بگیریم. اصطلاحا هم بهش میگن سوشال اسپیس، یعنی فضایی که آدما دور برامون باشن برامون مسئله‌ای نیست. و فراتر از اون هم که از 3.6 آغاز میشه و میره تا 7.6 فضایی که بهش میگن فضای عمومی، یعنی آدم ها به راحتی میتونن بیان و برن و زیاد مسئله خاصی برای ما نیستش. بنابراین این مدل رو در نظر داشته باشید وقتی راجع به حریم شخصی صحبت میکنیم. یه مقداری اشارمون به این تقسیم بندی ها هستش. حالا اندازه ها زیاد مهم نیست، برای اینکه عرض کردم اینا معیارها بر اساس اینکه در چه فرهنگی در مورد چه جایی چه جامعه‌ای صحبت میکنیم میتونه متفاوت باشه، اما در کشورهای غربی معمولا این فضا رو در نظر میگیرن که حدودا 60 سانتی رو فضای اینتیمیت یا بسیار نزدیک در نظر میگیرن، بعد از اون به بعد از 70 به بعد رو همطور که عرض کردم تا 1.5 فضای شخصی در نظر میگیرن، و بعد فضای به اصطلاح اجتماعی یا حریم اجتماعی، و بعد هم حریم عمومی در نظر گرفته میشه. اگر به این تصویری که پشت سر من هست نگاه بکنید، میبینید که مثلا میتونیم در نظر بگیریم حریم شخصی این آدم ها این دایره های سبزی هستش که در اطرافشونه. این گروه در نظر میگیرن که تا زمانی که افراد همطور که میبینید این دو نفر فاصله ای رو رعایت میکنن که هیچ گونه تصادم یا تقاطعی به وجود نمیاره بین این حریم های شخصیشون، بنابراین این دو نفر رعایتگر حال هم هستن و اون حریمی رو که به عنوان حریم فردی هم دیگه میدونن مورد تجاوز قرار نمیدن، یعنی فاصله میگیرن با هم دیگه. حالا تصور بکنیم یکی از اینها نخواد این رو رعایت بکنه و بخواد وارد این فضای اطراف فرد که حریم شخصیش هست بشه، ببینید یه همچه حالتی به وجود میاد. یکی از اینها در نظر بگیرید بیش از حد نزدیک شده به فرد دیگه و این نقطه به اصطلاح ارغوانی رنگ رو به وجود آورده که نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اون فضای به اصطلاح طلاقی هستش، و این فضای طلاقی برای در صورتی که دقت داشته باشید، در صورتی که یکی از اینها که حریمش شکسته شده و دیگری وارد شده اینو نخوادش، برای طرف بسیار ناراحت کننده است، رنج‌آوره، عذاب‌آوره، دوست نداره این رو. و حالا تصور بکنید حساسیتی که نسبت به این موضوع میتونه وجود داشته باشه، و جلوتر خواهیم اومد روی این موضوع که آیا این چجوریه وضعیتش در مورد افراد نافرهیخته. اجازه بدید اینو در نظر بگیریم که در کشورهای غربی، در فرهنگهایی که فرهنگ ایندیویژوالیست هستش اصطلاحاً، ایندیویژوال یعنی فرد، بنابراین اصطلاحاً میگن فرهنگهای فردگرا. حالا این فردگرایی رو در زبان فارسی متاسفانه خیلی بد جا انداختنش و مثلا میگن ایندیویژوالیزم یا اندیویژوالیسم در فرانسه یه پدیده مثلا خیلی بدیه، میگن آره جامعه های اندیویژوالیست مثلا به عنوان یه صفت منفی براشون به کار میبرن، در حالی که اشتباهی که در این مورد وجود داره اینه که این رو در واقع با کلمه اگویست، یعنی مبتنی بر خودخواهی، خودمحوری اشتباه میگیرن. ایندیویژوالیسم به این معنا نیستش، به معنی فردگرایی. معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک نفر به عنوان موجود انسانی هر کی که میخواد باشه، زن، مرد،
پیر جوان، کوچیک بزرگ، ثروتمند فقیر و غیره دارای یه سری ویژگی های ذاتی هست که این ویژگی ها میبایستی مورد احترام قرار بگیره. بنابراین این فرق نمی کنه که شما چه دین و مذهبی دارید، چه مرامی دارید، چه جایگاه اجتماعی دارید، رئیس جمهور هستید، نمیدونم رئیس بزرگترین شرکت اقتصادی جهان هستید یا یه شهروند بسیار عادی هستید. فرد به عنوان فرد بر اساس تعریفی که در جامعه شناسی وجود داره، یعنی ایندیویدوال، این برای خودش یه سری حقوق شخصی فردی و یک سری هم حقوق اجتماعی باید قائل باشه و اونها رو به دنبال این باشه که پیوسته رعایت بشه و در صورتی که رعایت نشه قادر به واکنش باشه. ببینید، پس فرق فرد با شخص، هر کسی در جامعه، این استش که فرد دارای حقوق، دو نسبت به حقوقش آگاهه و سه از این حقوق حفاظت میکنه. علاوه بر اینکه جامعه به صورت نهادینه کمکش میکنه که این حقوقش محفوظ بمونه، علاوه بر اون خود فرد آگاه نسبت به این موضوع که حقوقش چیه، حرمتش چیه، و لذا اگر مورد به اصطلاح تجاوز قرار بگیره این حق و حقوق، واکنش نشون میده. در حالی که میدونیم در بسیاری از جوامع هستن، مثل مثلا جامعه ایران، یه گشت وایساده سر خیابون تو سر مردم میزنه، سر لباس و مو و اینها که حقوق فردی هستش، دقت بکنید اینها جزء حقوق فردی جهان شموله، یعنی همه انسان ها این رو دارن. در جوامعی مثل جوامع ایران حاکمیت میاد میگه آقا این حقوقی رو که برای تو مسجل بدیهیه به عنوان حقوق بشر، من این رعایت نمی کنم. یکی از مواردی که در حقوق بشر هست آزادی به اصطلاح پوشاک هستش، یعنی شما میتونید هر لباسی تنتون میخواد بکنید به اصطلاح بر اساس نرم ها و فرهنگ جامعه، ولی وقتی در یک جامعه میام به شما میگن نه 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 نه، اصلا و ابدا اینطور نیستش، حتی اگر نرم های جامعه را مراد بکنی که نرم جامعه، هنجار جامعه معمولا چی هستش؟ پوشاندن در بسیاری از جوامع بشری، پوشاندن صرفا اعضای جنسی بدن هستش، در این حد محدودیتی که فرهنگ ها برای جوامع قائل میشن، اونم که میدونید استثناهای زیادی براش وجود داره. مثلا در سواحل کشورهای غربی یه منطقه هایی که تابلو زدن مشخصه برای نودیست ها، اصطلاحا کسایی که نکت هستن، یعنی لختن، و میرن اونجا داوطلبانه به صورت لخت در کنار هم هستن، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، کره زمین هم زیر رو نمیشه، اما این منطقه رو مشخص میکنن و کسی که نمیخواد، دوست داره بر اساس هنجارها مثلا حتی در کنار دریا هم مایه تنش باشه، به اونجا نمیره. وقتی این تابلو رو میبینه دیگه اونجا قدم نمیذاره. ولی تا این حد کدبندی هستش، مشخصه. اما در ور این محدودیت ها، به اصطلاح که محدودیت های هنجاری هست، کسی به شما کاری نداره که آقا این چیه تنت کردی، چرا انقدر مثلا مچ پات معلومه، نمیدونم خانم این چه رنگ مانتویی تن کردی، به طور مثال. بنابراین کسانی که این رو میپذیرن، کنار میان باش، کوتاه میان نسبت بهش، ما نمیتونیم ازشون به عنوان فرد نام ببریم. دقت بکنید اینا ایندیویژوال نیستن، برای اینکه اگر هم بر حقوقشون بسیاریشون حتی آگاه نیستن، اگر هم آگاهن نسبت به اون دفاعی ندارن، دفاع نمی کنن از خودشون. در واقع حالا یه دهی میتونن بگن که آقا تکی که نمیشه دفاع کرد، میزنن پدر ما رو در میانن. آره، ولی وقتی شما اونجا کتک رو خوردید یا بازداشت شدید یا جریمه شدید، بعدش که اومدید اگر به فکر این نباشید که خب من که تنها که نمیتونم کاری بکنم، پس بذار به صورت جمعی دست به کار بزنم، اگر در این زمینه فعال نشید و نباشید، معنیش این استش که شما به عنوان فرد خودتون رو بازشناسی نمی کنید، به عنوان ایندیویدوال یه عضوی هستید از اعضای جامعه. و به همین خاطر هم هستش که در کشورهای مثل ما کلمه های مثل مردم، توده ها، امت، اینا خیلی مصداق داره و خیلی کم صحبت از فردیت میشه، ایندیویدوالیتی به اصطلاح میشه، برای اینکه نداریم، برای اینکه بسیاری از ما فاقدش هستیم، حتی اقل به صورت فعال. یکی از موضوعاتی که شاخص وجود یا عدم وجود فردیت در ما هستش، همین نکته ای که داریم راجبش صحبت میکنیم.
همین که آیا چیزی به اسم حریم شخصی رعایت میشه یا نه، و اگر رعایت نشه مثل تصویری که میبینید، آیا من دفاعی میکنم از خودم یا برو بیرون، فاصله بگیر لطفا، مثلا این رو باید بنابراین دقت داشته باشیم. بسیاری اومدن و نکته جالبی رو بررسی کردن در آزمایشگاه و متوجه شدن که در مغز انسان به اصطلاح بخشی هستش که این مسئولیت رو بر عهده داره و کارش این هستش که یه جوری به من و شما این فاصله مناسب رو بده که الان فرد آیا بیش از حد نزدیکه یا نه. بنابراین وقتی که ما دقت بکنید به طور طبیعی این رو در مغزمون داریم، میبایستی این رو بدونیم که در وجود ما یه مکانیزمی گذاشته شده که تشخیص میدیم چه فاصله‌ای با فرد دیگر برای ما طبیعیه، چه فاصله‌ای دیگه ای اذیتمون میکنه. حالا در نظر بگیرید ما اینو به صورت طبیعی داریم، یک سری از مسائل فرهنگی اجتماعی هم میاد برش سوار میشه. یعنی چی؟ یعنی این که در بسیاری از جوامع هستش که یه فاصله طبیعی به اصطلاح قابل رعایت هست که الزام وجود داره بر سر رعایتش بر اساس نرم های فرهنگی، ولی شما وقتی میری توی جامعه دیگه میبینی فاصله کم و زیاد میشه. به خاطر همین همون عددهایی که خدمتون دادم عددهای به اصطلاح غربی هستش، استانداردهای غربی هستش. ولی شما اگر برید در یه جامعه شرقی میتونه کمتر یا بیشتر باشه، برید توی یه جامعه سنتی میتونه کمتر باشه. به اصطلاح آزمایشی که انجام شد در یکی از لابراتوارهای یکی از دانشگاه‌های کالیفرنیا نتیجه خیلی جالبی دادش این مسئله، و اون که یک خانومی بود که منطقه‌ای که عنوانش رو می‌بینید آمیگدالا به اصطلاح، یک منطقه‌ای در مغز هستش، دو تا عضو بادوم شکل هستش که در دو کاسه مغز جای می‌گیره و اینها کارش این هستش که این کنترل فاصله رو به ما دیکته می‌کنه. به صورت طبیعی عرض کردم مسائل اجتماعی فرهنگی رو یه لحظه می‌ذاریم کنار، اون فاصله‌ای که ما احساس راحتی داریم یا نداریم. خیلی جالب بودش که این خانم که این قسمت از مغزش آسیب دیده بود قادر به تشخیص فاصله مناسب نبودش. یعنی شما در سمت راست میبینید که این به اصطلاح فردی که ما اینجا به عنوان فرد عادی یا آزمایشگر میبینیمش با لباس مشکی، میبینیم که با فرد عادی دارای لباس آبی فاصله ای رو سعی میکنه فاصله شو کم بکنه و این فرد آبی که آدم عادی هستش فاصله شو هی زیاد میکنه. بنابراین سعی میکنه که یک فاصله مشخصی رو بین خودش و آزمایشگر حفظ بکنه. ولی در این خانوم که با رنگ قرمز در اینجا نشون داده شده، فرد آزمایشگر خودش رو نزدیک میکردش و اونیش واکنشی نشون نمیداد. و همونطور که میبینید فاصله استاندارد طبیعی کسای دیگری که نرمال بودن و آزمایش شدن 64 سانتی متر، در حالی که برای ایشون حتی وقتی رسیده به 34 اصلا احساس نمی کرده که این زیادی داره نزدیک میشه، به طوری که تو آزمایش گفته میشه حتی دماغ به دماغ تقریبا بودن بازم این براش عادی بوده و هیچ واکنشی نشون نمیداده. خب پس این نشون میده که در مغز ما بخشای وجود داره که این کار رو، کنترل این کار رو برای ما به عهده داره. و بعد تابع این که ما در چه خانواده‌ای زندگی کردیم، مثلا دیده شده که افرادی که در خانواده‌های شلوغن، بچه‌ها همه تو هم دیگه به قول قدیمی ها وول می‌خورن، خب اینا آمادگیشون برای تحمل افراد در یک فاصله نزدیکتر از استاندارد جامعه بیشتره تا اونایی که به طور مثال تک فرزند بودن، سالهای سال تنهایی زندگی کردن. اونها برعکس دیده شده که دوست دارن این حد استاندارد یا در برخی از موارد بیشتر حفظ بشه و کسی وارد این حریم نشه. حالا اینو من دارم میگم برای اینکه زمانی که میام روی بحث شخصیت‌های نافرهیخته میخوام اینو خدمتتون بگم که در مغز ما این امکان وجود داره که ما بتونیم اینو تشخیص بدیم. اما ببینید شما که پدیده نافرهیختگی، فرایندی که از ما افراد غیر نرمال غیر سالم میسازه چجوریه که ما حتی از این توانایی طبیعی مغز خودمون هم استفاده نمی کنیم. یعنی به مغز یاد میدیم که چی رو که یک پدیده
میشه تقریبا کلمه غریزی رو ازش در موردش به کار بستش، یا حداقل اجازه بدید کلمه طبیعی رو به کار ببرم، یعنی خودجوش. حتی باعث میشه که این کارکرد خودجوش مغز ما هم چیکار بکنه؟ عمل نکنه. و بنابراین ما وارد یک فرایندی میشیم که این فرایند به مثابه این موردیه که مورد این خانم بوده و بیمار بوده، اون قسمت یا آمیگدالای ذهنش آسیب دیده بوده. و شما میبینید که در موارد بسیاری این بخش از ذهن آسیب ندیده از لحاظ جسمی، از لحاظ فیزیکی، ولی ما شرایط رفتاری مشابه این فرد رو داریم. لذا این رو دقت داشته باشیم که آزمایش هایی که انجام شده به ما پس این درس رو میده که ما بنابه به فراخور شخصیتمون، یعنی فرایند تربیتیمون هستش که شروع میکنیم در این جامعه یا در جوامع دیگه به صلاح رفتارهای مناسب رو در رابطه با این حریم شخصی از خودمون بروز دادن یا خیر، یعنی آیا حریم شخصی دیگران رعایت میکنیم یا خیر، و اینکه آیا حریم شخصی ما رعایت بکنن واکنش نشون میدیم یا نه. این نکته مهمی هستش که من میخوام خدمتتون بگم. من در حال آماده سازی این برنامه که بودم برخوردم به خاطرات یک امریکایی که رفته بودش اسپانیا و اونجا کار میکرد به عنوان معلم زبان، و نکته جالبی رو میگفت در رابطه با این پرسونال اسپیس، به اصطلاح حریم شخصی. در امریکا این استاندارد خب نسبتاً با اون اعدادی که خدمتتون دادم سازگاری داره. به عنوان یه جامعه غربی اینجا افراد سعی میکنن که در نزدیک شدنشون به دیگران این مسئله رو رعایت کنن که وارد این فضای شخصی یا حریم شخصی نشن. ایشون میگفتش که من رفتم اسپانیا متوجه شدم ای آقای اسپانیایی ها اصلا اینطوری نیستن، همین جوری میان و هی بغل میکنن و هی ماچ میکنن و نمیدونم اینها. و براش بسیار تعجب برانگیز بود و توضیح داشت میداد اونجا که به اصطلاح اینا چه ویژگی هایی دارن و اینها. و بعدش یه نکتهش این بود، دو نکته دیگر هم میگفتش که به نظر من خیلی جالبه و من به عنوان جامعه شناس بیشتر اون دو نکته برام جالبه که بتونم وصلش بکنم به مسئله اول. نکته نخست این بودش که شما حد و به اصطلاح مرزی برای آشنایی یا عدم آشنایی در این افراد، در مثلا اسپانیایی ها، حالا دقت بکنید نباید اینو به صورت مطلق ببینیم، من دارم بر اساس خاطرات یک نفر که رفته اونجا با یه تعداد آدم در آندلوس، یا در واقع آندلوس برخورد کرده، دارم این رو بر اون مبنا توضیح میدم. و خیلی جالبه که این آدم میگفتش که موضوعاتی که ما مثلا نگاه می‌داریم برای آدم‌های خیلی نزدیکمون عنوان بکنیم، اینا می‌دیدید راحت سفره دلشون رو به قول معروف باز می‌کردن، با هم دیگه حرف می‌زدن. ببینید یه لحظه دقت بکنید، یه مقدار مشابهت احساس نمی‌کنید با جامعه ایرانی، با مردم خودمون؟ حالا میزانش رو من میسپارم به دست خودتون. مثلا مثال میزنه که در یه صفحه نونوایی یا مغازه‌ای بوده و بین دو تا خانوم قرار داشته، این دو تا خانوم بدون در نظر گرفتن که آقا این اینجا وسط ماست، بنابراین هر چی ما بگیم میشنوه، در مورد مسائل خیلی ریز مثلا پزشکی زنانگی که رفته بوده نمیدونم معاینش کرده و اینا با هم صحبت میکردن. و این شاخش در اومده بوده که ای آقا خب پس من اینجا چی ام، آقا یه ذره نمیدونم رعایتی چیزی. ببینید یه لحظه بنابراین پدیده اول رو بذارید در کنار پدیده دوم، یعنی این مسئله که در اسپانیا این حریم شخصی خیلی رعایت نمیشه، رعایت به اصطلاح اندازش و اون دایرهش، و این دومی که سفره دل واسه هر کسی میریزن بیرون. ببینید هر دوتا اینها همسو هستش، در پیوند هستش، و ما میتونیم بفهمیم اوکی پس اگر این اولی هست دومی هم میتونه وجود داشته باشه، یا بالعکسش، رابطه متقابل اینها رو دقت بکنید. نکته سومی که این فرد میگفت این هستش که در دهانشون اسپانیایی ها کلماتی که معادل کلمات خیلی بد فارسی هست، من برای اینکه به قول معروف اینجا در یه برنامه تلویزیونی اینا رو نگفته باشم دیگه مثال و اینا نمیزنم، به صورت خیلی دربست خدمتون میگم کلماتی که به قول معروف ترتمیز نیستش. میبینید همین جوری اینا حواله هم دیگه میگفت میدادن تو چیز که مثلا آی نمیدونم چی و آی چی و اینها. خب دقت بکنید کلماتی که
اصلا جالب نیست و اصطلاحاتی که این کلمات رو در خودش داره اصلا جالب نیستش. یعنی شما مثلا عرض میکنم ممکنه در اوج دعواتون با یه انسان غربی به معنی به اصطلاح فرهنگ اینگونه متفاوت از این، با فرانسوی، با آلمانی، نمیدونم با امریکایی، هیچ وقت همچین اصطلاحی رو نشنوید، ولی مثل نقل و نبات به قول این فردی که اونجا بوده در زبان اسپانیایی هستش. پس ببینید از هر دو این دوتا پدیده دو سه یه نتیجه‌گیری خیلی ساده میکنیم، و اونی که اندیویژوالیتی یا فردیت چندان اونجا به عنوان اینکه من احترام تمامیت شخصیت یک نفر رو داشته باشم نیستش. وقتی که این به عنوان یه پدیده فرهنگی، ذاتی فرهنگی وجود داره، بنابراین من وقتی که میخوام به یه نفر یه چیزی بگم، به خودم حق میدم که وارد حریم شخصیش بشم، یعنی اون فاصله هرم رعایت نکنم. پس ببینید چجوری میشه روابط علت معلولی پدیده ها رو پیدا کردش. حتی در یک روایت خیلی ساده‌ای که یه صفحه اینترنتی بیشتر نبود و یه نفری دوست داشته خاطراتش رو بگه و یه مقداری شاید درد دلش رو بکنه، مثلا به نسبت که آه من آمریکایی بدبخت رفتم اونجا ببین چه گیری افتادم، و خیلی هم لحنش اصلا بد نبودش، فقط داشت تشریح میکرد که اینجا اینجوریه، اینجا این چیزها رو من دیدم. میبینی چقدر درس میتونیم ازش بگیریم. و حالا یه لحظه تصور بکنی جامعه خودمون رو و اینکه آیا این مسئله حرمت حریم شخصی رعایت میشه یا نه، و در ارتباطش بذارید با پدیده های دیگهی که دو نمونهش رو من جا مثال خدمتون زدم. من چند تا عکس انتخاب کردم از یک سری که فقط چون اینو من دیده بودم یه زمان تلویزیون، که گاهی داشتم تلویزیون عوض میکردم میدیدم این سریال پاورچین، فکر میکنم آقای مرداد مدیری درست کرده. یه چیزی که اون موقع من داشتم این رو میدیدم خیلی من آزار میداد و یک دو بارم در برنامه گفتم، اینی که چرا در این سری همه آدم ها به هم چسبیدن همیشه. میبینید حالا در نظر بگیرید این رو من کی دیدم، مثلا زمانی که نمیدونم 15 سال 16 سال یا بیشتر از ایران اومده بودم بیرون، در کشوری مثل فرانسه تحت تاثیر این فرهنگ خیلی ایندیویژوالیست فرانسه، و داشتم میدیدم یه مقداری برای من شوکاور بودش. اما باور بکنید منم اگر ایران مونده بودم و مثلا اونجا تمام این برنامه‌های تلویزیونی رو دنبال می‌کردم و اینا، شاید اصلا این نظرمو جلب نمی‌کردش، جلب توجه نمی‌کردش که اینا چقدر به هم چسبیدن همیشه. مثلا این عکس داره یه دیالوگ ساده میکنه، حالا چون وقت نیست دیگه من فیلماشو نشون نمیدم، ولی احتمالاً شما عزیزان در داخل این رو دیده باشید. دائم سراشون تو همه، یعنی نگاه بکنید فاصله بین اینا الان فاصله دماغ به دماغشون نمیدونم 20 سانت هم نمیشه، اینقدر به هم چسبیدن، در حالی که ضرورت، دقت بکنید، ضرورت داستان نیستش. چرا؟ چون اگر ضرورت داستان باشه یه جا، دو جا، یه مورد، دو مورده، ولی نه همه جا. نگاه بکنید هر جایی که من تیکه تیکه، فریم به فریم سعی کردم پیدا بکنم، دیدم که خیلی زیاده، موارد متعددی شما میبینید که چسبیدن به هم. نگاه بکنید به بدن اینا، خب ببینید طرف داره سریال تلویزیونی میسازه، اگر اون فرهنگ رو داشته باشه میتونه بگه آقا من یه مبلی میخوام پهن باشه، صحنه نمیدونم دکورش اینجوری باشه اینا، که یه آقای اینجا نشسته باشه، یه آقایی هم با فاصله، که یه فاصله فیزیکی باشه این وسط. حالا این فاصله فیزیکی چیزی از داستان کم میکنه یا نمیکنه؟ محتواشم هم که یادتون هستش به قول معروف چقدر فیلسوفانه و روشنفکرانه بودش. خب پس علت این که این دوتا الان باید به هم چسبیده باشن چیه به نظرتون؟ چرا این دوتا باید تو دل دیگه هم دیگه باشن؟ یا اینجا چرا انقدر کله ها باید تو هم دیگه بره دائم؟ تو این صحنه به خصوص، تو این سکانس، اینا همینجوری چسبیده بودن و وول میخوردن و سراشون به هم دیگه میخورد و اینها، چرا به نظرتون؟ آیا علتش مسئله داستانه؟ مسئله به اصطلاح ایجاد یه فضای کمدی فقط؟ من معتقدم موضوع عمیق‌تر از اینه عزیزان. من معتقد هستم که دلیلش نبود این فرهنگ رعایت حرمت فردی دیگران هست، یعنی موضوع بحث ما، موضوع حریم شخصی.
چرا؟ چون ما زمانی این حریم رو رعایت میکنیم که برای کسی که صاحب این حریمه، یعنی خود شخص، احترام قائل باشیم دیگه. وقتی که موجودیت این فرد در تمامیت خودش برای ما احترام برانگیز نیست، بنا به دلایلی که موضوع اصلا بحث برنامه کاوشگری جامعه در این سری هست، ببینیم که چقدر راحت میشه چیکار کرد، میشه این رو شکست و رفت سراغ دیگری و اون حریم شخصش رو به اصطلاح مورد تجاوز قرار داد. ببینید، به ما عادت ندادن متاسفانه که نسبت به این موضوعات حساس باشیم، اینقدر کلیگویی در مباحث به اصطلاح ایرانی وجود داره بین ما ایرانی ها، چه فردی چه رسانه‌ای، نمیدونم اینا، که هیچ وقت اجازه ندادن ما آدمایی بشیم رو مسائل جزئی دقیق بشیم. نگاه بکنید، غربی ها اومدن روی این موضوع کار کردن. این عکس یه وبسایتیه، یه منبع خارجیه که داره این موضوع رو توضیح میده. ببینید، با حوصله نشستن، محاسبه کردن، در آوردن، آزمایش کردن. در آزمایشی که به صلاح انجام میشه بین این افرادی مثل این دو نفری که ایستادن، یه نفر سومی هستش که با یه ابزاری که این اندازه‌گیری رو به وجود میاره بین اینها قرار میگیره و اینها میبایستی فقط و فقط روی مکالمهشون متمرکز باشن و بهشون میگه که کجاها در چه فاصله های یکیشون آدم عادیه، یکیشون آزمایشگره، در کجاها هستش که فرد به اصطلاح عادی توسط آزمایشگر که سعی میکنه هی فاصلهش رو کم و کمتر بکنه احساس ناراحتی میکنه، کجاها راحته، کجاها ناراحته، کجاها سعی میکنه فاصله بگیره، عقب بشینه که این به اصطلاح پهنای فاصله بین این دوتا همونجور حفظ بشه و اینجوری نباشه که هی نزدیک و نزدیکتر بشه. خب ببینید، روی موضوعات کار میکنن، اما چرا کار میکنن فکر میکنید؟ برای اینکه براشون مهمه، برای اینکه ایندیویدوالیتی یا فردیت اهمیت داره، معنا داره براشون. بنابراین میگردن به دنبال اینکه ببینن چجوری میتونن نرمهایی رو به وجود بیارن که این نرمها برای آدمها به صلاح قابل قبول باشه و یاد بدن به بچه ها. من ویدئویی رو تماشا کردم حتی که این رو به صورت کارتون در آورده بودن برای کودکان، برای بچه های 3-4 ساله، که از همون ابتدا بهشون یاد بدن. و مثلا در اون کارتون میدیدید که به جای اندازه و اینا که بچه شاید زیاد متوجه نشه، با اندازه دو تا جای پا تعیین کرده بود که سعی بکنید بین خودتون و دیگری حداقل به اندازه دو جای پا فاصله حفظ بکنید. آموزش میدن به بچه های کودکستان. چرا؟ برای اینکه اینگونه هستش، دقت بکنید هموطنان، اینگونه هستش که فرد شکل پیدا میکنه. فرد، individual، کسی که نسبت به حرمت و حقوقش آگاهه و کسی که برای به اصطلاح این حرمت و حقوق فعال برخورد میکنه. خب چجوری فعال برخورد میکنه؟ در صورت که آموزش دیده باشه، در صورت که نظام آموزشی اینو بهش داده باشه. شما اینجا موردی پیدا نمی کنید که مثلا عرض می کنم معلم اینجوری کلشو بیاره توی صورت دانش آموز که بخواد یه چیزی رو حالیش بکنه، چیزی که فراوونه تو مملکت ما. شما پیدا نمی کنید که دو نفری که دارن با هم صحبت می کنن، دو نفری که در کنار هم دیگه نشستن، بی دلیل رفته باشن تو شکم هم دیگه. حتی معنای دیگری داره. اینجا قشنگ این تبدیل به یک کد شده، همه جا هستش، ولی اینجا دیگه خیلی واضحه که دو نفر اینقدر به هم نزدیک بشن، اینجا معناش اینه که میخوان با هم درگیر بشن. اگر هم دیگر رو نمیشناسن دارم عرض میکنم، عاشق و معشوقن رو نمیگم، یعنی معنای مشخصی داره. چرا؟ چون فرد داره این پیام رو به دیگری میده، ببین تو برای من موجود احترام برانگیزی هستی و این احترام یکی از نمودهاش این هستش که من این حریم شخصی تو رو، این فاصله رو، حالا 45 سانته، 60 سانته، هرچی هستش، حفظ میکنم، رعایت میکنم. و رعایتگری یعنی چی هموطن عزیز؟
یعنی این که من در زمانی که در کنار دوستم، در کنار همکارم نشستم، این مغز لامصبم داره کار میکنه برای اینکه در کنار تمام داستانهای بسیار عمیقی که دارم تعریف میکنم راجع به اینکه آشرشته خاله جانم چقدر خوشمزه است، در این حال از یک بخشی از مغزم استفاده میکنم که بتونم چیکار بکنم، بتونم محاسبه بکنم، ببینم آیا حرمت این فرد رو دارم رعایت میکنم یا نه، حریم شخصیش رو رعایت میکنم یا نه. خب ببینید، اگر قرار بود زندگی به همین آسونی باشه که تو مملکت هایی مثل ما هست، که خب الان کره زمین شده بودش گلستان، ولی شما فکر میکنید چرا یه جامعه قادر هستش برنامه ریزی بکنه برای اینکه بتونه روی مریخ پایگاه بسازه، مستقر بشه اونجا، منابع اونجا رو کشف بکنه و از اونها استفاده بکنه، ولی مملکتی هم مثل ما برای چوب بستنی و دسته بیل از چین بعد واردات بکنه؟ شما فکر کنید تصادفیه؟ شما فکر کنید فقط به خاطر نمیدونم مسائل پشت پرده و غیر و ذالک هستش؟ هیچ رابطه ای نمیبینید بین اینکه کسی که پیوسته حریم شخصیش داره مورد تجاوز قرار میگیره، تبدیل میشه به یه آدمی که نه برای خودش، نه برای دیگری، نه برای جامعه، نه برای مملکتش، نه برای اقتصادش و غیره ارزشی قائل باشه؟ نیست دیگه. میگه آخه مگه من در تمامیتم، در جسمم رعایت شد حرمتم یا نه؟ مگه کسی اومدش این حریم شخصی من رعایت بکنه یا نه؟ و مگر من نسبت به دیگرانی که حالا من بیام فکر این باشم که ای بابا دریاچه ارومیه داره خشک میشه، چه آثار عوارضی خواهد داشت برای اکوسیستم منطقه؟ آذربایجان ممکنه که مثلا تبدیل بشه به سیستان و بلوچستان. ای آقا من رعایت نمی کنم، 25 سانتی متریم یکی هستش، کلمو زیاد نبرم جلو، حالا میخوای به فکر اونجا باشم؟ و به خاطر اینه که شما میبینید در ژاپن سونامی میاد میزنه نابود میکنه همه چیزو، ولی خبری از دزدی و غارت و اینها نیستش. و تازه پولایی رو هم که گم شده یکی یکی اونایی که باقی مونده پیدا میکنن و هم میدارن پس میدن. برای چی؟ برای اینکه احترام برای هم قائلن، برای کار هم دیگه، برای زحمت هم دیگه، برای وجود هم دیگه احترام قائلن. فقط جوامعی مثل جامعه ما هستش که کله ها تو همه دائم، که همه به هم چسبیدن. اینو دارم به عنوان یک دونه از میلیون نماد عدم رعایت و حرمت فردی خدمتون عرض میکنم. این مباحث مباحثی هستش که شاید کمتر مطرح شده در رسانه ها، ولی اینجا هاست هموطنان عزیز، اینجا هاست که رمز و راز بقای پدیده‌ای به اسم استبداد رو پیدا میکنیم. چرا در جامعه مثل جامعه ما با تمام ثروتی که داره، با این همه منابع زیرزمینی، نیروی انسانی، طبیعت عالی، زمین و غیر و ذالک، هنوز اینجایی هستیم که خامنه‌ای رهبرمون، احمدی نژاد رئیس جمهورمونه، نمیدونم 8 میلیون گرسنه داریم، 4 میلیون معتاد داریم، 7 میلیون بیکار داریم، 300 هزار تا کودک خیابانی بدون هیچی داریم، 3.5 میلیون کودک کار داریم، به این روز افتادیم. فکر می‌کنید چرا؟ برای اینکه روی جزئیات دقت نکردیم، برای اینکه هر چی بوده کلیگویی بوده، بزن و برو بوده، بزن و در رو بوده، و فکرم میکنیم که این بارم اگر یه جوری بتونیم تو خونه هامون بشینیم ماسمالی بکنیم که بیان واسه همون بزنن اینا رو ببرن، بعدش دیگه ما خوشبخت میشیم انشالله. ولی نمیشیم عزیزان. ها موقعی که شما جوون ایرانی، شما دانشجوی ایرانی، اینو ممکنه این برنامه رو عمه جان من گوش بده، بیا این راجع به چی داره صحبت میکنه، ولی شما جوون ایرانی، شما دانشجوی ایرانی، دقت بکن، سعی نکن به خیلی زبان خودمانی بکار، سعی نکن ماسمال بار بیای، سعی نکن زیرابی بری، سعی نکن که فرار بکنی از مسئولیتت. مسئولیت تو اینه که دقیق باشی، مسئولیت تو این استش که کاملا هوشیار باشی نسبت به تمام پدیده‌هایی که در اطرافت میگذره. وقتی این سریال رو نگاه میکنی، علاوه بر اینکه میشینی کیف میکنی و میخندی، باید حواست باشه که این نکات هم توش هست. چرا این آدم ها انقدر تو همدیگه میلولن؟ علتش چیه؟ برم دنبالش. بیا رو اینترنت تایپ بکن پرسونال اسپیس، حریم شخصی، ببین چی میگه راجع به این موضوع، ببین اهمیتش چیه،
ببین جامعه شناسی چی میگه، روان شناسی چی میگه، بعد اینا رو بردار بیار در زندگیت استفاده بکن. اجازه بدید چون وقت رو به پایان هستش من بیام بر روی مبحث به اصطلاح خودمون که رابطه اینها رو من فقط یه اشاره‌ای بکنم. اول شخصیت سلطه‌گرا، گفتیم شخصیت سلطه‌گرا اگر یادتون باشه فردی است که خود و دیگران رو به صورت شی می‌بینه، به صورت ابزار می‌بینه و دنبال استفاده ابزاری از همه هستش. اینجا در رابطه با بحث امروز ما حریم شخصی، فرد نافرهیخته از نوع سلطه‌گر، از نوع سایکوپتش، کسیه که خیلی با حساب کتاب و به صورت عمد و با قصد این حریم شخصی شما رو زیر پا میگذاره. یعنی این دایره‌ای رو که میبینید در این تصویر اومده به صورت تمثیلوار با این علائم راهنمایی که میذارن از اینجا عبور نکنید، ببینید این رو عمدن زیر پا میذاره و وارد این حریم میشه. یعنی این دایره قرمزی رو که در اینجا میبینید که مال خودتونه یا به اصطلاح کم رنگتره دایره دومی، پرسونال اسپیس رو، اینو میشکنه عمدن آگاهانه. برای چی؟ برای اینکه میخواد بیاد تو دلتون، میخواد در کنارتون باشه، میخواد یه کاری بکنه، احساس نزدیکی به وجود بیاره. چون فراموش نکنید گفتیم انسان سایکوپت کسیه که سعی میکنه چیکار بکنه؟ به هر قیمت شده به هدفش برسه. بنابراین اگر یه جایی بایست خیلی خودشو خودمونی نشون بده، چطوری عزیزم قربونت برم، کجا میچسبه بهتون بدون اینکه شما بخواید، بدون اینکه دلیل داشته باشه، بدون اینکه موجه باشه. تنها کسی که یا کسانی که حق دارن وارد این حوزه پرسونال بشن، کسانی که خیلی نزدیکن به شما. شما وقتی مثلا عرض میکنم در خونه خودتون با همسر خودتون هستید، از لحاظ روانی هر دو تنظیم شدید برای اینکه اگر به اصطلاح دوست دارید، موقعشه، سرحالید، به هم دیگه نزدیک بشید از لحاظ به اصطلاح این کم کردن این فاصله حریم شخصی. اما در یا مثلا عرض میکنم یه فرزند و پدر یا مادری که دوست دارن واقعا همدیگر رو، نمیدونم دوست داره آدم مادرش رو بوس بکنه یا پدر دوست داره فرزندش رو بوس بکنه و اینها، این برای اوناست، فقط برای اوناست. ولی آدم سایکوپت میاد بدون اینکه همچین مقام و جایگاهی پیش شما داشته باشه، خودش رو تلکی یواشکی میندازه تو این حریم و شما رو چیکار میکنه؟ شما رو در مقابل یه موقعیت ناراحت کننده، آزاردهنده قرار میده. برای اینکه فراموش نکنید سایکوپت یعنی دیگر آزار دیگه، خواهد سلطه داشته باشه، خواهد سوار باشه. ببین من تعیین میکنم که صورتمو کجا قرار بدم، من تعیین میکنم چقدر هیکلم به هیکلت نزدیک باشه. این پس ویژگی کی است؟ ویژگی شخصیت سلطه‌گرا یا سایکوپت که دائم در رابطه با بحث ما حریم شخصی این حریم رو میشکنه، آمدانه، عالمانه، آگاهانه، با قصد و برای اهداف پدرسوخته‌گری خودش دائم اینو میشکنه و واردش میشه. حالا نوع دوم شخصیت کی بود؟ شخصیت مهرطلب یا محبت طلب. این آدم در رابطه با بحث ما حریم شخصی برعکسه، دائم دیگران این کار رو در رابطه با او میکنن و او به جای اینکه واکنش مناسب نشون بده مثلا میگه لطفا یه خورده فاصله، نمیدونم، یا اینکه به طور عملی خودش رو ذره بکشه کنار، اینقدر تشنه محبته که اصلا واکنشی نشون نمیده. یادتون هستش که گفتم شخصیت های گروه محبت طلب قربانیان عالی و درجه یک گروه اول سایکوپت ها هستن. یکی از نموداش همینجاست، سایکوپت یا آدم آزارده وارد حریم شخصی فرد محبت طلب میشه و محبت طلب اینو به عنوان نشان نزدیکی میدونه، یه دستی به سرش میکشه، نمیدونم کنارش میشینه و به این ترتیب از این نقطه ضعف فرد محبت طلب استفاده میکنه و خودشو قول میده تو حوزه شخصی و برخی از موارد اینتیمیت، جایی که واقعا اون جنبه حریم کاملا فردی آدم هستش. حالا شما یه لحظه تصور بکنید، اجازه بدید نوع سومش هم بگم قبل از اینکه نتیجه گیری بکنم. انزواجو کسیه که این حریم شخصی رو اتفاقا خیلی خوب
تو ذهنش داره، منتها ویژگیش این هستش که اینو خیلی زیاد میخواد، یعنی نسبت به حتی استانداردها و نرمهای جامعه هم بیش از حد میخواد. یعنی میگه از من دور باشید، منو راحت بذارید، بذارید من وسط تک و تنها، کسی به کارم کاری نداره، نزدیکم نشید، حرف با من نزنید، نمیدونم آرامشم رو به هم نزنید. ببینید پس هر کدوم از این سه یه ویژگی دارن در رابطه با این حریم شخصی. اولی تجاوزگرشه، شخصیت سلطه طلب. دومی وقتی مورد تجاوز قرار میگیره از خودش واکنشی نشون نمیده، شخصیت محبت طلب. و سومی انزواجو، این دایره رو، این حبابی رو که دور به اصطلاح خودش هست میخواد هی بزرگ و بزرگتر کنه که آقا بریم من تنها باشم، منزوی یه گوشه. تعداد افرادی که حق دارن وارد این حریم های فرد انزوا طلب بشن بسیار بسیار محدودن، در حالی که آدم عادی ممکنه شمار افرادی که اجازه میده مثلا در حریم اجتماعیش سوشال اسپیس میان بیشتر باشه. اما اجازه بدید نتیجه گیری بکنم. ما گفتیم که رابطه‌ای وجود داره احتمالاً بین نافرهیختگی و استبدادمنشی، و شما میبینید که این استبدادمنشی، این استبدادگری فقط شکل حکومتی نداره، فقط شکل سیاسی نداره. شکل حکومتی و سیاسی قابل مشاهده ترین سطح از بحث استبدادگری هستش. شما میبینید که خیلی راحت در تمام سطوح، و وقتی که دقت میکنید، وقتی کنجکاوید، وقتی نمیخواید کلیگویی و به اصطلاح سطحی برخورد کنید با مسائل، چقدر نکات ریز هستش که ما میتونیم درش رگه های رفتار استبدادمنشانه رو پیدا بکنیم. ببینید وقتی که شما با یک فرد سلطه‌جو طرفید، فرق نمیکنه برادرتونه، خواهرتونه، پدر و مادر و همکارتونه، هر کی هست، دوستتونه، وقتی که به خودش اجازه میده دائم وارد حریم شخصی شما بشه، این داره در واقع رفتار استبدادی رو به شما تحمیل میکنه، یعنی داره اختیار شما رو زیر پا میذاره، داره اون چیزی رو که متعلق شماست به طور طبیعی زیر پا میذاره، همون کاری که حاکمیت استبدادی با شهرونداش میکنه. مگه اون نمیادش حق آزادی مطبوعات از شما میگیره، آزادی بیان رو، آزادی احزاب رو، اینم آزادی حرکت رو از شما میگیره، آزادی راحت بودن رو از شما میگیره. بنابراین میبینید که ذات ماهیت یکیه، شکل و سطحشه که فقط فرق داره. اون چون قدرت داره، قدرت سیاسی، قدرت حکومت رو در اختیار داره، میتونه به خودش اجازه بده که مثلا میلیون ها نفر رو از نمیدونم مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد محروم بکنه، پارازیت بندازه مثلا بر سر شهر. فردی هم که استبداد منشه همین کارو در سطح فردی میکنه، و به چه صورت میکنه من امروز فقط با این مثال خواستم بهتون نشون بدم که باید خیلی دیدمون ظریف باشه، خیلی دقیق باشه، برای اینکه بتونیم این نمونه ها، این مثال ها، این حوزه ها رو پیدا بکنیم و روی اون چیکار بکنیم و روی اون دقیق بشیم. اگر میخوایم بفهمیم که پدیده استبدادی در جامعه ما میمونه یا چی، نه رفتن نیست. ببینید هموطنان عزیز، از روزی که به خصوص نسل جوان، دانشجوها، پژوهشگرها، معلمها، دانش آموزان، استاد دانشگاه، محققان، بدونید نویسنده ها، از روزی که از کلیگویی دست برداریم، از ماسمالی دست برداریم، از خود رو به کوچه علی چپ زدن دست برداریم، از مسائل رو عادی و همه چیز رو بدیهی فرض کردن بردیم و شروع بکنیم به پرسش کردن، به کنجکاوی به خرج دادن، به سوال کردن، به تردید کردن، به شک کردن و جستجو کردن حقیقت ها، خیلی از این مسائل در میاریم و میتونیم باهاش مشکلاتمون رو حل بکنیم، از جمله این مشکل تاریخی استبداد رو. اتاق فرمان، وقت ما تمام است. بسیار خوب، سپاسگزارم از توجهی که به این برنامه کردید. یک بار دیگه در پایان برنامه یادآوری میکنم ادامه این برنامه و فعالیت‌های مختلفی که ما داریم نیازمند حمایت معنوی و مادی شماست، بنابراین خواهش میکنم که برای ادامه و تداوم و گسترش این کارها حتما خودتون رو از حمایت ما رو از حمایت خودتون برخوردار بکنید. با سپاس فراوان تا برنامه بعد، بدرود.